اول قرنتیان فصل 14 پس همیشه در پی محبت باشید و در عین حال علاقه یافتن عطایای روح القدس و مخصوصاً عطیه پیشگویی را داشته باشید، زیرا کسی که به زبانها سخن میگوید روی سخن او با خداست نه با مردم، چون دیگران آنچه را که او میگوید نمیفهمند، زیرا او با قدرت روح القدس اسرار خدا را به زبان می آورد. اما از طرف دیگر آن که پیشگویی می کند برای تقویت و تشویق و تسلی دیگران با آنها سخن می گوید. کسی که به زبانها سخن می گوید تنها خود را تقویت می کند، ولی کسی که پیشگویی می کند کلیسا را تقویت می نماید. اگر همه شما به زبانها سخن گویید خوشحالم، ولی بهتر می دانم که همه شما پیشگویی کنید، زیرا اهمیتی کسی که پیشگویی می کند از کسی که به زبانها سخن می گوید بیشتر است، مگر اینکه کسی بتواند سخن او را ترجمه نماید تا کلیسا تقویت شود. پس ای برادران، اگر من پیش شما بیایم و به زبانها سخن بگویم چی نفع برای شما خواهم داشت؟ هیچ، مگر اینکه برای شما مکاشفه‌ای یا معرفتی یا پیامی یا تعلیمی از جانب خدا بیاورم. حتی سازهای بی جان مثل نی یا چنگ اگر به طور شمرده و واضح نواخته نشوند، چگونه شنوندگان درک نمایند که آهنگ آنها چیست؟ باز هم اگر شیپور صدای نامفهوم بدهد، کیست که خود را آماده جنگ سازد؟ همچنین اگر شما به زبانها سخنان نامفهوم بگویید، چگونه دیگران بفهمند چی میگویید؟ در این صورت سخنان شما باد هوا خواهد بود. در دنیا زبانهای مختلف بسیار است، اما هیچ یک از آنها بی معنا نیست. اما اگر من زبانی را که با آن صحبت می شود نفهمم، نسبت به گوینده آن بیگانه خواهم بود و او نیز نسبت به من بیگانه است. چون شما علاقه دارید صاحب عطایای روح باشید، بکوشید بیشتر عطایای را بیابید که باعث تقویت و پیشرفت کلیسا می باشد. بنابراین آن کسی که به زبانها سخن می گوید باید دعا کند که قادر به ترجمه پیام خود باشد، زیرا اگر من به زبانها دعا کنم روح من مشغول دعاست ولی عقل من در آن نقشی ندارد. پس چه کنم؟ من با روح خود دعا می کنم و در عین حال با عقل و فهم خود نیز دعا خواهم کرد و به همین طریق سرود هم خواهم خواند، یعنی با روح خود و با فکر خود نیز. در غیر این صورت اگر خدا را در روح سپاسگزاری می کنید، آن کسی که دارای هدایای روح نیست چگونه به دعای سپاسگزاری شما آمین بگوید؟ زیرا او آنچه را که شما می گویید نمی فهمد. قبول دارم که به طرز جالبی سپاسگزاری می کنید، ولی اگر باعث تقویت دیگران نیست چه فایده؟ خدا را شکر که من بیش از همه شما به زبانها سخن می گویم، اما در عبادت کلیسایی گفتن پنج کلمه با معنا را برای تعلیم دیگران از گفتن 10,000 کلمه به زبان نامفهوم بهتر می دانم. ای برادران، در عقل مانند کودکان نباشید، اما نسبت به بدی و شرارت مثل یک نوزاد بمانید و در عقل اشخاص بالغ باشید. در تورات نوشته شده است، خداوند می گوید که من به زبانهای بیگانه و از لبان بیگانگان با این قوم سخن خواهم گفت و با وجود این آنها به من گوش نخواهند داد. مطابق این کلام
قطعی زبانها نشانه است برای بی ایمانان، نه برای ایمانداران. حال آن که پیشگویی برای ایمانداران است، نه برای بی ایمانان. پس اگر تمام کلیسا جمع شوند و به زبانها سخن بگویند و در همان وقت اشخاصی که بی اطلاع یا بی ایمان باشند به مجلس شما وارد شوند، آیا آنها نخواهند گفت که همه شما دیوانه هستید؟ اما اگر همه شما پیشگویی کنید و شخص نو ایمان یا بی ایمان به مجلس شما داخل شود، آنچرا او می شنود او را به گناهانش آگاه می سازد و به وسیله سخنانی که می شنود داوری می شود و اندیشه های پنهانی او فاش خواهد شد و به زانو در آمده خدا را پرستش خواهد کرد و اعتراف می کند که واقعا خدا در میان شما است. ای برادران، منظور من چیست؟ مقصدم این است که وقت دور هم جمع می شوید، هر کس سرود یا تعلیم یا مکاشفه یا سخن به زبانها یا ترجمه زبان را داشته باشد، همه اینها باید به منظور تقویت اما انجام شود. و اگر می خواهید به زبانها سخن گویید، دو یا سه نفر بیشتر نباشد و یکی بعد از دیگر سخن بگوید و آن هم با ترجمه باشد. اگر ترجمه کننده در آنجا حاضر نباشد، هیچ کس نباید در مجلس کلیسا به زبانها صحبت کند مگر اینکه صحبت او بین او و خدا باشد. آن دو یا سه نفری که قرار است پیشگویی کنند صحبت نمایند و دیگران درباره گفتارشان قضاوت کنند. اما اگر مکاشفه به یکی از حاضران مجلس برسد، آن کسی که مشغول سخن گفتن است خاموش شود. به این ترتیب شما می توانید یکی بعد از دیگری برای تعلیم و تقویت همه سخن بگویید، زیرا عطی پیشگویی باید تحت اختیار گوینده آن باشد. چون خدا خدای هرج و مرج نیست، بلکه خدای نظم و آرامش است، چنان که در تمام کلیساهای ایمانداران مبارک رواج است. زنان باید در کلیسا خاموش باشند، زیرا اجازه سخن گفتن ندارند، بلکه مطابق آنچه تورات نیز میگوید زنان باید تابع باشند. اگر میخواهند درباره امری چیزی بدانند، در خانه از شوهران خود بپرسند، زیرا گفتگوی زنان در مجالس کلیسا شرم‌آور است. آیا گمان میکنید که پیام خدا از شما شروع شده است و یا پیام او تنها به شما رسیده است؟ اگر کسی خود را نبی بخواند یا دارای عطایای روحانی دیگر بداند، باید تصدیق کند که آنچه را می نویسم امر خداوند است. و اگر کسی به این امر بی اعتنایی کند، نسبت به او نیز بی اعتنا خواهد شد. خلاصه ای برادران من، شوق به عطی پیشگویی داشته باشی و در عین حال گفتگو به زبانها را منع نکنید. اما همه کارها باید با نظم و ترتیب